خب بیا به بچه ها سلام بده حالت خوبه؟ حال شما خوبه؟ ببینید بچه ها پیشون هستن سلام وقتتون به خیر باشه بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه الان که میبینید دارم براتون ویدیو زب میکنم اینجا شب ساعت نزدیک دو نصف شب الان و خب من گفتم که ویدیو رو همین امشب براتون ضبط کنم به خاطر این مهمونی که امشب ما داریم یه چند تا نکتر گفتم براتون بگم راجب این حیوانی که خیلی راجبش اطلاعات کافی ندارن اینا رو ما بهشون در واقع میگیم جوجتیقی تو زبان محاوره فارسی همیشه میگیم جوجتیقی و و باور عمومی مردم اینه که اینا تیغ پرتاب میکنن و برای همین باید آدم حواسش باشه اصلا بهشون نزدیک نشه این باور عمومی رو میخوام امروز یکم راجع به صحبت کنم و راجع به این مهمونمون یه ذره صحبت کنم بگم مثلا از کجا اومده چی شده داستان کجا داری میری فکر کنم اومده به بچه ها بگی که اگه جدید هستید تو چنل چنل رو سابسکرایب کنید رو این دکمه کلیک کنید و سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم بزنید سلام بر همه شما دوستای گلم من حسین آبدی هستم اینجا شهر هانوفر آلمان هستش و ما امشب داشتیم شام میخوردیم توی حیات و گریل کرده بودیم و نشسته بودیم کنار آتیش و دیگه خیلی سکوتی بودش من دیدم که از توی چیزا چمن و گیاه ها و اینا دارید از توی باخچه زرق صدا میاد هر موقع صدا من میشنم هم از توی باخچه متوجه میشم که یه دونه از این ایگل ها اومده حالا تو آلمانی بهشون میگن ایگل به زبان فارسی هم صحبت میکنیم که بهشون چی میگن و متوجه میشم همیشه که نزنا اومده فقط باید یه ذره سب کنیم ببینیم صدای از کجا میاد و اینا نکته ای که وجود داره همیشه من تا الان مثلا جوجه تیغی ها خواه پشت های انقدی پیدا میکردم تو حیات هیچ وقت از این کچولو های یعنی کوچیک خواهپشتی که من دیدم اولین چیزی که وجود داره اینه که ما این حیوانیو که میبینیم فکر میکنیم خیلی همون که اینا تیغ پرتاب میکنن و خب خطرناکه خب میبینیم من اینجا نشستم دارم برای شما صحبت میکنم و اصلا هیچ تیغی هم هنوز به من پرتاب نشده حالا فرض کن مثلا یه دفعه همین دارم میگم تیغ پرتاب بشه ولی خلاصه میبینید که تیغی پرتاب نشده حالا سوال بعدی بچه ها میگن که خب ممکنه بهش دست بزنید بعد تیغه مثلا اون موقع بره تو دستت خب من بازم اینجوری بهش دست میزنم و میبینید که نه تیغی پرتاب شد نه هیچ اتفاق خاصی افتاد حالا ممکنه مرحله بعدی بگید که بخاطر اینکه من دستکش دستمه و خب از روی دستکش این اتفاق نمیفته و اینا من میخوام مثلا دستکشمو در بیارم و ببینیم که چه اتفاقی میفته من دستکش رو کامل از دستم باز میکنم به این شکل شما الان یه ذره بیا عقبتر که من بتونم این حرکت رو انجام بدم دوست عزیز یه ذره میای عقبتر حالا مهم نیست اشکال نداره از همینجا من چرا داره میاد عقب فکر کنم خب بذارید من یه ذره نازش کنم میشنوید صدایی نازش کردم هیچ اتفاقی هم نیفتادش آه. اینو میخواستم بهتون توضیح بدم ببینید تنها کاری که این بنده خدا انجام میده تو دفاع خودش وقتی که احساس کنه مثلا داره بهش حمله میشه میاد و خودش رو گرد میکنه یعنی الان با من خیلی احساس صمیمیت میکنه که اینجوری میبینید داره راه میره و کلا گرد نشده خیلی هاشون اصلا تا مثلا میبینین یا نزدیکش میبینین سریع خودش رو گرد گرد میکنه وقتی گرد بشه دست و پا و سرش اینجوری میاد پایین بالاش فقط تیغه یعنی قشنگ بالاش فقط تیغه و دیگه خودش رو جمع میکنه که مثلا شما اگه موجودی میخواد بهش حمله کنه این بتونه خودش دفاع کنه که الان دیدین من اونم یه ذره به سرش دست بزنم یه لحظه اینجوری چیز کرد تیغاش یه ذره اومد به سمت نگاه بکنی ببینید الان چون فکر میکنه چیزه مثلا من منو به سمت بازم سرش رو دارم ناز میکنم تیغاش رو هنوز هیچ کار نکرده فقط جهت رو بعضی وقتا که میگم احساس خطر کنه و میخواد اینجوری جمع بشه جهت رو به چند طرف میکنه که باز هم تازه به دست شما اصلا تیغش نمیره و این خیلی چیز نکته مهمیه من به نظرم این موجود دوست داشتنی اصلا کلا باید در واقع باورمون راجبش عوض بشه و پیشنهادم میکنم این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید که بدونن که آقا اصلا این داستانایی که میگن جوجه تیغی تیغ پرتاب میکنه اصلا اینجوری نیست و این تصور خیلی خیلی زیاد از افراد هست من هر موقع مثلا از اینا تو حیاتمون داریم برای حتی فامیلامون هم فیلم میگیرم عکس میگیرم میفرستن میگن مثلا حواست باشه الان ممکن که تیغ پرتاب کنه اینا یه دونه حیوان دیگه هست اسمش هست فکر میکنم تشی بهش میگن اگه اشتباه نکنم اون یه شکل دیگه است و یه حالت اونم یه حیوانه مثلا انقدیه و تیغای خیلی دراز داره اونا رو من اونم تازه شنیدم اونم باز ممکنه اشتباه باشه حالا بچه‌ای که دامپزشکن یا اینکه مثلا اطلاعاتشون بیشتره تو کامنت به من بنویسن و من قشنگ مشخص خوابم میاد آره یعنی کلا دیشب من سه ساعت خوابیدم انقدر داشتم ادیت انجام میدادم و امروز هم همش بیدار بودیم و در واقع الان ساعت دو نصف شب دیگه امروز روز چیزه جمعه شب میخوایم دیگه بخوابیم فردا ازاره بیشتر بخوابیم خلاصش هم میگفتم بهتون میگم ببخش من خیلی خستم ولی میخواستم چون رو حتما آزادش کنم گفتم که این ویدیو رو شب بگیرم و اینا میتونستم مثلا بذارمش توی یه چیزه یه چی از این چیزا داریم گذاشته بودم روش میتونستم بزنم مثلا چه تا صبح باشه ولی گفتم که حتما ویدیو رو الان بگیریم و آزادش کنم بره نه تا اصلا جون کاریت ندارم که اون حیوان دیگه ای که پس تیغ پرتاب میکنه و من شنیدم که ممکنه بازم اشتباه باشه اون اصلا اسمش یه چیز دیگه است و قیافش هم یه چیز دیگه است اینها رو هر موقع دیدین توی خیابون حالا نه این مثلا چیز کنید نه بغلش کنید نه چه کنید ولی کلا بدونید که خطرناک اون شکلی نیستن جالبیش اینه که اینا شبا بیدارن و شبا حرکت میکنن روزا میخوابن خیلی جالبه بعد مثلا اونجوری که من خوندم توی از زمستون هم خیلی وقتا خواب زمستونی میرن و بعد از چربی که توی بدنشون ذخیره کردن تغذیه میکنن و در واقع مثل حیوانای دیگه که خواب زمستونی دارن اونجوری زمستون رو ازش عبور میکنن یه چیز خیلی جالبی هم که امروز فهمیدم غذای اینا حشره هستش و حالا احتمالا مثلا که مایسه چیزا اینجوری هم میخوان یا حلزون و نوشته بود که اینا توی یه شبانه روز یعنی یه شب تا مثلا صبح که میرن میچرخن دیویس گرم حشره بعضی وقتا میخورن خیلی حرفا دیویس گرم یه موجود فس خیلی خودش دیویس گرم نیست این البته بچه ولی بقیهشون که مثلا بزرگتر بودن من دیدم مثلا یه نیم کیلو یک کیلو اینا وزنشون بود یه چیزی هم اینم بگم بهتون من تا حالا چند سری که از این ایگلا پیدا کردم همشون توی بدنشون کنه داشتن بعد این کنه ها رو من مثلا میکندم با چیز با یه انبوری که بتونن برن تو طبیعت ولی خب حیوان ها کلن کنه زیاد دارن خب دیگه بچه ها من برم این خواه پشت عزیز جوجه تیغی عزیز رو ببرم توی باخشه بذارم باهاش خداحافظی کنم و بعدش هم دیگه ویدیو رو برای شما بذارم که ببینید و خلاصه لذت ببرید 别，不做他别的。